ذبیح الله صفای شهمیرزادی، پژوهشگر، مترجم، مصحح متون و استاد ممتاز دانشگاه تهران در 16 اردیبهشت سال 1290 به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در سال 1304 در بابل به پایان رساند، سپس راهی تهران شد و در دبیرستانهای سیروس و دارالفنون تحصیل کرد. صفا در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات ادامه تحصیل داد و در رشته‌های ادبیات و تعلیم و تربیت لیسانس گرفت و تا پایان مقطع دکترا در دانشکده ادبیات به یادگیری مشغول بود. ذبیح الله صفا از سال 1316 به عنوان دبیر ادبیات فارسی در دبیرستان‌های تهران آغاز به کار کرد. او از سال 1321 به درجه دانشیاری کرسی تاریخ ادبیات دانشگاه تهران رسید و تا سال 1340 به بالاترین رتبه استادی ارتقا یافت. سپس به مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی و بعد به ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انتخاب شد. از سمت‌های ذبیح الله صفا میتوان به این موارد اشاره کرد: تأسیس و مدیریت مجله سخن، ریاست اداره کل انتشارات و روابط دانشگاهی در دانشگاه تهران، دبیری و نایب رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران و عضویت در شورای عالی فرهنگ و هنر. ذبیح الله صفا بیش از 30 تألیف، ترجمه و تصحیح متن در کارنامه خود دارد، از جمله گاه شماری و جشنهای ملی ایرانیان، تاریخ تحول نظم و نثر فارسی، تاریخ ادبیات در ایران در 5 جلد و ترجمه مرگ سقراط. دکتر ذبیح الله صفا پس از سال 57 در آلمان اقامت داشت و سرانجام در 9 اردیبهشت سال 1378 چشم از جهان فرو بست. Thank you.